کنگره ملی خلق چین با وضع قوانین جدید از کاربران اینترنت خواسته برای استفاده از خدمات این شبکه از هویت واقعی خود استفاده کنند. مطابق این قانون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز موظفند پیش از بستن هر گونه قرارداد یا دریافت هزینه اسامی و مشخصات کامل کاربران را ثبت کنند. مقامات چینی مدعیند از این طریق جلوی سوء استفاده از این شبکه جهانی گرفته می شود و اما بسیاری از منتقدان حاکمیت چین از جمله این وبلاگ نویس بر این باورند که از این قوانین برای محدود کردن آزادی بیان استفاده می شود او میگوید از زمانی که پای اینترنت به چین باز شده دولت همواره سعی در کنترل محدود کردن آن داشته دولت برای ساختن و بکارگیری نرم افزارهای ویژه در جهت مسدود کردن برخی سایت ها میلیاردها دلار خرج کرده اکنون باید دید مقامات چینی چگونه قادر خواهند بود بیش از 500 میلیون کاربر اینترنتی را به استفاده از هویت واقعیشان مجبور کنند.